استفاده از ظرفیت خوشنویسی ایرانی و خط فارسی در آثار صادق برایرانی، حسین زنده‌رودی، محمد احسایی، بهزاد گلپایگانی، فرامرز پیلارام و هنرمندان دیگر جلوه‌گر شده است. حسین زنده‌رودی در 20 اسفند 1316 در خانواده‌ای مذهبی در تهران به دنیا آمد. از همان کارهای اولیه علاقه‌اش را به سنت و فرهنگ ایرانی و اسلامی نشان می‌دهد. زنده‌رودی در نقاشی‌هایش اعداد، خوشنویسی ایرانی، خط فارسی، رمز و طلسم، ادعیه و نقوش سنتی و اسلامی را به نمایش می‌گذارد که در هنر قدیمی ایران همچون گرافیک سنتی و نقوش چاپسنگی بسیار دیده شدند. او علارغم مخالفت‌های پدر و مادرش در 1336 به هنرستان هنرهای زیبای پسران می‌رود و اصول نقاشی را از شکوه ریاضی و حکاکی را از مارکو گریگوریان یاد می‌گیرد. در این سال مدیریت هنرستان تجسمی پسران بر عهده مهدی ویشگایی است و حسین شیخ هم هنرستان تجسمی دختران را مدیریت می‌کند. موزه ایران باستان در سال تولد زنده‌رودی یعنی در 1316 تأسیس شد. زنده‌رودی در 1336 به دیدن این موزه می‌رود و با دیدن یک پیراهن دعانویسی شده با هنر گذشته ایران آشنا می‌شود و از آن تأثیر می‌پذیرد. در هنرستان با بهزاد گلپایگانی و عباس مشهدی‌زاده هم دوره‌ای می‌شود و رابطه صمیمانه‌ای بین او و گلپایگانی به وجود می‌آید. رابطه‌ای که بعداً به مشاجره تلخ منتهی شده و زنده‌رودی گلپایگانی را به کپی کردن کارهایش محکوم می کند. اگرچه گلپایگانی از زنده‌رودی کپی نکرده بود، اما این دعوای تلخ در نهایت به آتش زدن کارهای گلپایگانی توسط خود او در حیات خانهشان می انجامد. از 1337 است که زنده‌رودی نمایشگاه‌های انفرادی خود را برگزار می کند که مورد توجه و تشویق بسیار قرار می گیرد. اما در 1339 و همزمان با پایان بردن دوره 3 ساله هنرستان با شرکت در دومین بینال نقاشی و مجسمه تهران استعداد خود را به نمایش می‌گذارد. در همین سال اثر معروفش را با نام این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست خلق می‌کند. در همین سال هنرکده هنرهای تزیینی توسط هوشنگ کاظمی راه اندازی می‌شود و زنده‌رودی به همراه فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، مسعود عربشاهی و منصور قندریز از اولین هنرجویان این هنرکده بودند. هنرکده پس از انقلاب به دانشگاه هنر تغییر نام یافت. در 1340 آثارش را در گالری پرویز تناولی با نام آتلیه کبود به نمایش می‌گذارد و ارتباط تنگاتنگی بین این دو هنرمند برقرار می‌شود. زنده‌رودی به همراه پرویز تناولی دو تن از بانیان جریان سقاخانه هستند که قصد داشتند به هنری ایرانی دست یابند که بر اساس موتیف‌ها و الگوهای بصری ایرانی و اسلامی خلق شده باشد. سقاخانه‌ای‌ها منشأ تصویری نقاشی خود را از مواد و مصالح فرهنگ اسلامی و ایرانی به دست می‌آوردند، مانند خوشنویسی، دعا، رمز و استرلاب، پنجه و علم، نمادهای مذهبی، نقش‌مایه‌های کهن و نقش و نگارهای اشیاء کاربردی و سنتی. اما در 1341 است که کریم امامی برای اولین بار نام سقاخانه را برای تعدادی از نقاشی‌های به نمایش درآمده در 3 بینال نقاشی و مجسمه‌سازی تهران انتخاب کرد. سال بعد او مقاله‌ای با نام مکتب جدید ایرانی با اشاره به آثار جریان سقاخانه که در گالری گیلگمش به نمایش درآمد در کیهان اینترنشنال منتشر کرد. امامی در 1343 در همین نشریه مقاله سلطه سقاخانه را درباره برخی از آثار بینال 4 نقاشی و مجسمه سازی تهران نوشت. کریم امامی 15 سال بعد از اینکه این کلمه را پیشنهاد داد در 16 مهر 1356 مقدمه کاتالوگ نمایشگاه سقاخانه را نوشت که در روز گشایش موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد. نقش کریم امامی در ساخت جریان فکری سقاخانه غیر قابل انکار است و او در این مقاله اشاره می کند که نقاشی سقاخانه با آثار حسین زنده‌رودی شروع شده است. در نمایشگاه سقاخانه آثار حسین زنده‌رودی، پرویز تناولی، صادق تبریزی، ژازه طباطبایی، منصور قندریز، فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی و ناصر اویسی به نمایش درآمد.
قبل از سقاخانه‌ای‌ها کسانی مانند منصور حسینی و محمود جوادی پور هم از ظرفیت خط فارسی و خوشنویسی ایرانی در نقاشی‌هایشان استفاده کرده بودند. نزدیک به 60 سال است که آثار حسین زنده‌رودی مورد توجه موزه‌ها و گالری‌های مهم جهان قرار دارد و کارهایش در موزه‌های جهان نگهداری می‌شود، از جمله در بریتیش میوزیم در لندن، موزه معتبر و مهم که در آن آثار اردشیر محسس، بهمن محسس، مسعود عربشاهی، آنه محمد تاتاری، فرح اصولی، فریده لاشایی و محمد احسایی هم نگهداری می شود. زنده‌رودی از نامداران و نام‌آوران هنر مدرن ایران بیش از 5 دهه است که در پاریس به زندگی و کار مشغول است.